بله یک واقعیتی است که حالا دور از ذهن نیست و بسیار از بینندگان عزیز ما ممکن است همین لحظه این مسائل دقیقا در ذهنشون ده. بیاید که حتی ما در فرهنگ آمیانه خودمان داریم که در مراسم خصوصا در اولین باری که دختر و پسر جوان به اصطلاح محرم میشن در مراسم هم دیگر رو میبینن حتی یک مراسمی داریم که به اصطلاح مسئله مهم حیاتی است که این دو نفر که کنار هم قرار میگیرن برای اولین بار کدام یکی از این دو این توفیق را داره و ای جسارت را داره و ای به عبارتی پیروزی رو به دست رو که بتوانن که پای اون نفر دیگر لگت کنه به خاطر بعد نکته جالبی که میگن که اگر دختری توفیق داشته باشه به بفرمایید شما یعنی به عبارتی قدرت برتر است و زور است و میتونه که همسر خودش رو دست بگیره و مثلا سکان زندگی رو دا دست داشته باشه و همسر به اصطلاح موتیو باشه و باز برعکس اگه بچه بتونه که مثلا به عبارتی پسر مرد بتونه پای زن رو به عبارتی نمو لگد بکنه بگن که ها برعکس شد پس مرد زور شد و مرد به اصطلاح رئیس است و فلان این یک حالا ممکن است برای بعضی از عزیز ما یک حالت خاطره داشته باشه حالا یا برایشان جذاب باشه یا یادآوری بشه ولی خب در فرهنگ ما هست و اگرچه این روزها ممکنه کمکی کم رنگتر شده باشه ولی هست در بسیار از اقوام ولایت ها و شهرهایی است که یک مراسمی است که بعضی بسیار زیاد بو پایبندی دارن منشه از کجاست اگر خاطرتون باشه ما در جلسات قبلی و در برنامه های گذشته هم این رو مطرح کردیم که ما در بحث جنسیت زن و مرد اصل تفاوت رو داریم بله و این دوتا با هم متفاوت هستن ولیکن در بحث ماهیت اساسی و انسانی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن در انسان است اصلا شما مشکل از کجاست مشکل از این دقیقا منشه ای به عبارتی تصور و این تفکر و حتی گاهی وقتا این واقعیت تلخ در زندگی بسیاری از زوجها به خصوص حتی که از دوران نامزدی هم شروع میشه ایست که احساس میکنن زندگی زناشویی یک قسم میدان نبرد است م. یک قسم میدان جنگ است که دو نفر رقیب روبروی هم قرار گرفتن و, و اصل... اصل... یک نفر اصلی بره بره ترین پس برد است هم. اینمی کسی که برد هر کسی که زورش بیشتر بود هر کسی که توانش بیشتر بود هر کسی که قدرت بیشتری داشت و توانست که حریف را از میدان بدر کنه و حالان که ما قبلا گفتیم که اصلا زندگی زن و پیوند زن و زندگی مشترک نام و روی خودش است اشتراک دو نفر است دو انسان با دو جنس مختلف و متفاوت مهن. که طبیعتا تفاوت هم دارن قرار است کنار هم قرار بگیرن دوشا دوش هم در کنار هم در مسیر تکامل گام بردارن و اگر هم نبردی باشه هر دو یک جپه مشترک دارن جپه مشترک دارن هر دو توان خودشان دارن یک سری ویژگی های در وجودی هست یک سری ویژگی های در وجود او. البته واقع بهتر اون است که اصلا این رو ما تبدیل نکنیم به میدان مم. کارزار مثل این میمانه که شما تصور بکنید اگر در یک مشارکت ساده دو تا شریک در یک دکان هستن مم. حالا هر دوکانی هر جنسی که مدت دو تا شریکی در یک تجارتی هستن اگر قرار باشه این دو نفر به جای همکاری به جای همدلی به جای همفکری با هم دائما به دنبال رقابت باشن مم. که من بتوانم زور بینشون بدم و بگم مست و هستم و بگم مست مثلا توانم هستم این اتفاقی که میفته اینه که خدای نکرده حس حسادت در وجود یکی قلیان پیدا میکنه و دیگری احساس حقارت میکنه و ممکن است به زودی مشارکت اینها به هم بخوره یا خدای نکرده تبدیل به خیانت بشه مم. و عین همین ماجرا در زندگی مشترک است پس نکته اولی که بسیار بسیار تاکید دارم میره بگم است که منشی تفکر کاملا اشتباه است و از کجا ناشی میشه از اینکه که ما در مورد ذات و سرشت انسانی و به عبارتی ویژگی های خلقی و خلقی زن و مرد دچار اشتباه شدیم نکته اینجاست که در اصل سرشت و بعد روحی و معنوی هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود نداره که ما به دنبال ترجیح باشیم بگیم کی بر کی قلبه داره زور با کیست قدرت با کیست کی رئیس باشه نه تفاوت اگر وجود دارد در ویژگی های خلقی است که متناسب با این تفاوت ها وظایف و حقوق متفاوت در نظر گرفته شده که این وظایف و حقوق کنار هم که قرار میگیرن گیرن اینم مسیر تکامل رو ادامه می دیم.